چرا خودروهای وارداتی اینقدر قیمتشون افزایش داشته ببینید یک خودرو حالا شما من 20000 دلار رو در نظر میگیرم برای شما برخی از این عددا رو میخونم ببینید عددا از کجا آمده که یک هوی اینقدر افزایش پیدا کرده خب این برای یک خودرو 19500 دلاری کره ای هست من اسمش نمیگم یعنی همه میدونن دارم چیز خودروی رو میگم ارزش فوب 109 میلیون تومن هزینه هم برای هر خودرو تقریبا 120 میلیون تومن داشتی که ریز نوشته شده ارزش سی اف 120 میلیون تومن حق بیمه 4 میلیون تومن ارزش سیف هر خود رو 120 میلیون تومن سود متعارف کسب و کار 18 درصد سود متعارف کسب و کار 18 درصد 200 تقریبا 20 میلیون آره 220 میلیون کارمز ثبت سفارش 400 هزار تومن حقوق عوارض گمرکی 740 میلیون تومن استاندارد از که استاندارد میگیره 9 صد خدمات بندری 32 میلیون هزینه حمل برای هر خودرو 10 میلیون تومن انبارداری و تملیکی 18 میلیون تومن اینجا شاله با. بازرسی آزمایش آلایندگی و تعیین رتبه بندی انرژی خودرو و گواهی آیسی 52 میلیون تومن حق عمل ترخیص 15 میلیون تومن هزینه مالی 15 درصد خرید ارز و فلان 91 میلیون تومن جمعبندی هزینه های پرداخت شده 2 میلیارد و 400 میلیون حالا این تا اینجاش بقیش اسقاط خودرو فرسوده به ارزش 40 میلیون تومن 200 میلیون تومن یعنی پنج تا خودرو فرسوده رو اینها باید اسقاط کنن به ازای یه دونه که وارد میکنن پولش کی باید بده؟ مردم نه دولت مردم دیویس میلیون تومن هزینه گارانتی هفت درصد ارزش فوق چهل و دو میلیون تومن نرخ عوارض شماره گذاری ده درصد ارزش 60 میلیون تومان مالیات نقل و انتقال 3 درصد ارزش 20 میلیون تومان عوارض شهرداری پلاک برای هر خود رو 300 هزار تومان بازم دم شهرداریه به کم قانه محیط زیست 6 میلیون تومان 7 میلیون تومان تقریبا تبصره یک ماده 28 فلان 140 میلیون تومن، ماده سی فلان دو میلیون تومن جمع کل الزامات قانونی دو ۹ مل... میلیون تومن، قیمت پایه فروش دو میلیارد و صد میلیون تومن. این میشه که یه خودروی 19 هزار دلاری 20 هزار دلاری، یه میلیارد تومنی میشه دو میلیارد و 700 میلیون تومن تازه هنوز این تصویب قطعی نرسیده و این من یه اشتباهی کردم اسقاط خودروی فرسوده نوشته نیم دستگاه من اینو دقیق نخوندم نیم دستگاه خودروی اسقاطی برزش نیم دستگاه ببخشید نه پنج دستگاه نیم دستگاه به ارزش چهل میلیون تومن که میشه 20 میلیون تومن من اشتباه گفتم دی میلیون نیم دستگاه یعنی چی؟ بازم خدا پدرشون بیامرزه رو این کمی کمک دادن به مردم این میشه که یه خودروی م... خودروی یک میلیاردی بیس هزار دلاری تو کشور ما میشه دو میلیارد و هفتصد میلیون تومن و بعد ما میگیم اینا خودروی لوکس هستن خودروی لاکچری هستن خودروی هستن که در اختیار مردم قرار نمیگیرن خب وقتی دولت میاد عوارض 90 درصدی میبنده روی خودروی اقتصادی میشه همین دیگه یه جدول دیگه هم خیلی خلاصه براتون میخونم این رو هم ببینید جالب هست حقوق ورودی 430 میلیون تومن مالیات و ارزش افزوده 81 میلیون تومن عوارض 21 میلیون تومن تو این مد... تو این جدول جدیدی که ما دادن هلال هم دیده شده البته عددش کمه خدایی به هلال احمر بگیریم 4 میلیون تومن پسمان 400 هزار تومان استاندارد 8 میلیون تومان حالا این بستگی به قیمت انگاری فرق میکنه عوارض سوخت عوارض سوخت 120 میلیون تومن خدمات داخل و خارج گمرک 16 تومان توضیح فروش بازاریابی و خدمات 37 میلیون تومان توزیع فروش بازاریابی به خدمات 37 میلیون تومان هزینه مالی 64 میلیون تومان سود 780 میلیون دیده قیمت در به شرکت 1 میلیارد و 794 1 میلیارد و 800 برای خودرو تقریبا هزار دلاری که 1600 سی سی هم هست بیمه شخص سالس 5 میلیون تومان اسقاط 17 تومن هم مالیات حمل و نقل 16 تومن عوارض شهرداری هم 300 تومن مالیات ارزش افزوده مالیات ارزش افزوده هم 160 میلیون تومن قیمت ارز 2 میلیارد و 120 میلیون تومن این چه بلایی سر مردم میارید آقای دولت این که دیگه دست مجلس نیست اینا رو تو اون وزارت سمت شما می نویسن آقای علی آبادی اون سازمان حمایت از مصرف کننده که حضرت عالی رئیسش رو انتخاب میکنید شده سازمان حمایت از خودروسازا به نظر من آقای توکلی آقای منطقی بزرگوار و عزیز که ما با شما جلسه میذاریم صحبت میکنیم میگیم آقا این کارها رو انجام بدید که این خودروها درست دست مردم برسه چرا باید یک خودرویی که پولش در اصل 500 میلیون تومنه دو میلیارد تومن دست مردم برسه چرا یه خودرویی که 700 میلیون تومن است باید دست مردم دو میلیارد و 700 میلیون تومن برسه. این دو میلیارد من روی جدول خوندم کی میتراشه برای این ماشینا وارد کننده میتراشه نه خیر اینو خود شمایی که دولت هستی داری میتراشی